از آغاز ماه محرم تا روز دهم آن، مسلمانان جهان به شمول شهروندان افغانستان دسته دسته برای آنچه که عزاداری از بحر شهادت امام حسین نواسه پیامبر اسلام گفته می شود به تکیه خانه ها و مسجد ها می روند. از طرف یزید دستور داده شد به والی مدینه که از امام حسین یا بیعت بگیر یا سرش را قطع کن، برای ما به شام روان کن. شب هفتم ماه محرم که شیعیان با آن شب علمبرداری و شب هشتم ماه محرم که آن را روز شهادت علی اصغر پسر شش ماهه امام حسین می گویند، با آراستن گهواره‌ای یاد بود می شود. تیره مثلا رها میکنه، این تیر میای مستقیم به زیر گلوی طفل شش ماهه امام حسین به نام علی اصغر اصابت میکنه و این طفل بر روی دست امام حسین متاسفانه پر میشه. شیعیان روز نهم را تاسوعا میگویند. در این روز پیروان امام حسین برای روز عاشورا آمادگی میگیرند. روز تاسوعا کریم روز است، دیگر نظرا و گوسفندای خدا میره نظر میکنیم، بنام به خدا ما سواج به نام امام حسین علیه السلام است. سرانجام پیروان امام حسین در شب دهم که به آن شام غریبان میگویند، با روشن کردن شمعها عزاداری ده روزه خودشان را به پایان میرسانند.